واقعیت اینه که تهران، فردیس، شهریار و کرج رو از نزدیک دنبال کردم، سعی کردم تهران رو شرق دنبال کنم. واقعیت اینه که منطقه پیروزی، منطقه دماوند و هر چقدر به سمت شرق و جنوب تهران می رفتیم، این هرگیری ها به دلیل افزایش جمعیت معترض خیلی بیشتر بود. این به معنی نیست که بقیه مردم تهران معترض نبودن، بلکه معترض جمعیت تهران می شد در رفتارشون در جاهای مختلف دید. اما چیزی که مشخص بود این بود که توی این مناطق این اعتراض درگیری خیلی شدید منجر شده بود. موضوع دیگه بحث کشته ها و زخمی ها و بازداشتی هاست. این آمارهایی که داره اعلام میشه متاسفانه به دلیل گردش غیر آزاد اطلاعات همش خیلی فاصله رو با ما واقعی. من توی حتی دیدم که کسی رو که از نیروهای سرکوبگر بود مردم تونستن برخورد کنن و گرفتار شده بود. من توی فردیس کرج با اسم و فامیلی به دلیل مسائل امنیتی ترجیح میدم اسم نبرم، با اسم و فامیلی بیش از 10 نفر رو برای روز یک شنبه، یعنی برای روز شنبه، یعنی 2 روز پیش میبونی که داشتن بیمارستان، یکی از بیمارستاناشون بالای جاخ مجروح رو در حوض جاخ داده، کمهشون امروز نیروهای امنیتی هست که کسی از بیمارستان خارج نشه. شهریار همینجور، تعداد کشته ها خیلی فراتر از اون چیزیه که داره اعلام میشه. خدمت عرض کنم که اجازه بده من ازت بپرسم، آیا شما اسلام شهر رو هم موفق شدی ببینی با توجه به این که؟ نه، من اسلام شهر رو موفق نشدم. و در عملا آنچه که در واقع دولت ایران داره میگه و مقام های امنیتی ایران این هست که بسیاری از معترضان دست به آتش زدن بانک ها و همینطور در واقع ماشین های عمومی زدند و عملا اونها رو اغتشاشگر خواندند. شما آیا با اونها صحبت کردی و بعد شاهد چه این چیزهایی هم بودی یا نه؟ من خبرنگار نیستم، من یکی از مهیانم. من اینجا از حق دفاع از خود دفاع میکنم، حق مشروع دفاع از خود، حق که سال هاست با عنوان مدنیت در واقع زهرورق شده. من به شما میگم بعد دو خیلی از در واقع بانکی زدن، اما این مردم نبودن که خیلی دیگه از بانک ها رو آزدن. این مردم نبودن که ماشین نبودی کردن شیشه ها رو. فیلماش هست، فیلماش رو شما میتونید بخش عمدهش رو تا الان دیدید، بخش بیارزادیش بعد از شدن اینترنت خواهد رسید. شما خواهید دید نیروی انتظامی چه بر اموال مردم، شما از حق دفاع مردم عبور کنید. مردم که 40 سال سرکوب شدن، 22 سال اصلاحات رنگ تغییر شدند، کوچیک شدند، بهشون امید واقعی دادند. آقای روحانی رئیس جمهور مورد حمایت اصلاح طلبان که در برنامه های مختلف شبکه‌های شما حضور دارن، سال 78 گفت معترضان رو در نماز جمعه بیاویزیم و دیروز در جلسه هیئت دولت نشون داد که همون حسن روحانی سال 78 از قوه قضاییه خواست با کسانی که سد معبر کردن خود کنه. اجازه بدید من به نهایی از صدایی که تو خیابونا شنیدم، جوون 25 سالهی که فریاد زد آرزو یک پرایده، پرایده برای من یک حسرته. کسی که زیر دست و پای ماموران فریاد میزد من فقط گشنمه، من الان خودم نیستم. صدای تمام اون عربده ها، اون ناله ها و اون صدایی هم که میشنیدم، صدای زنی که اومد گفت من چیزی رو از دست دادن ندادم. آقای آرش، میفهمم که شاهد صحنه های احتمالا خوبی هم نبودید و شاهد اعتراض ها بودید، اما یه ذره اگر فاصله بگیریم،
شما فکر میکنید که رنج سنی اون افرادی که عملا در این اعتراض ها هستند بیشتر از چه سنی هستند؟ متعلق به چه نسلی هستند؟ من باید تصدیه بگم به دیگران سیاسیمون که نسل مشتاد رو تحقیق کردن و انکار کردن به انواع اقسام مختلف. امروز به شما بگم که دهه 70 و دهه 80 میمار اتفاقات آبان 1380، نسلی که گفتن جمهوری اسلامی کرده، نسلی که بهش گفتن جنگش با جمهوری اسلامی جنگ لایفستایله، جنگ هویتش نیست. امروز اونا اومدن و میگن جمهوری اسلامی باید بره. ساختمون شهرداری تصدیق کرج رو همین جوان آتیش زدن. اینها دیگه مثل اهل ما که باهاشون بخندیم بگیم میدیم برای چره میکنیم و توافق میاریم و اینا بگن ای آنشون ما فرشتالیانیم به شما رای میدیم. نه، اونها دیگه این چیزها رو باور نمی کن. اونها میان حق خود رو میگیرن. اجازه بدید شما بگم. من خطاب اینجا رو با اپوزیسیون رو میگم. اپوزیسیون که دوباره لایک و فالوور این و گزارش نمیشه برای این اعتراضات تا فردا فانتای میلیون دلاریش رو بگیره. امروز بیش از این صدای ملت ایران باشید کنید. امروز وظیفتونه، امروز وظیفتونه برای تک تک چیزهایی که عنوان کردید تصدید تلاش کنید. آقای آرش، یک سوال کوتاه دیگه میپرسم. من یک جمله رو بگم سوالتون رو بفهم. نه اینترنت دارند، نه اینترنت دارند، نه صدا دارند، دارن کشته میشن. حتی تعدادشون شما میتونید متوجه بشید. هیچ کس در ایران نمیدونه. خبرنگارهای خبرگزاری اسمی خبر ندارن تعداد کشته شده. بله، درست میکنم. برای اینکه این رو تایید کردن، خبرنگارهای داخلی هم گفتن که اجازه ندارند که خبرهایی در زمینه اعتراضها اصلا منتشر بکنند و در مورد آمار و ارقام هم عملا دولت و همینطور مقامهای رسمی تایید نمی کنند و کاملا سکوت کردن در مورد اینکه چه تعداد از معترضان کشته شدند در این اعتراضها. اما یک سوال دارم، اگر بتونید کوتاه بفرمایید. چرا بانک ها، چرا مراکز عمومی، جاهایی که مثلا مردم کارهای، میدونیم که در خیلی از جاها بانک ها هم آتیش گرفتن، چی میشنید؟ یعنی چه حسی هست که به اونها اجازه میده بانک رو آتیش بزنن؟ آن عادی خود زنی میکنه، شما میبینید یه نفر تو خیابونه لندن حرکت کنه خودش زنه. خب اگر خودش یه اتفاقی براش افتاده، اصلا آنی که خودزنی نمی کنه، چه اتفاقی می افته برای این مردم؟ چه اتفاقی افتاده 40 سال برای مردم؟ در این 22 سال اصلاحات به اسم اصلاحات تحقیر شدن، امیدشون نامید شده، چه اتفاقی برای این ملت افتاده؟ چرا یک نفر باید بانک آتیش بزنه؟ چرا؟ این سوال رو من میپرسم از همه. چه اتفاقی، چه فرایندی برای یک جوان، برای یک میان سال، برای یک بیرفندی با سن بالا رخ میده که بانک آتیش میزنه؟ عمومی انبالی که میدونه فرداش باید پولش رو از بیتوان اصطلاحاً یا مالیات رو امسال هم بپردازه، یعنی هزینش رو باید خودش بپردازه. چه اتفاقی برای اون قیام داده که این کار رو میکنه؟ چرا نمیگیم اتفاقی توی این مسیر افتاد؟ چرا توافق شد برای هیچ پولی به سخم این جرونش همش توی فلسطین و سوریه؟ نیم میلیون راست هستیم در کشتن نیم میلیون سوری. ما پول جوانمون رو اونجا خرج کردیم. این خشم، امروز محصول اصلاحات و اصولگرایی در جمهوری اسلامیه. متوجه شدم. آرشم ممنونم از تماست با ما. آرش بود، شاهد عینی از تهران.